سلام، من همایون خیری هستم. به برنامه انسان زمین فردا خوش آمدی. سرخط خبرها: چگونه خاطره ماندگار می شود؟ دانشمندان می گویند خواب ناکافی حافظه را از بین می برد. و کشف هورمونی تازه برای مقابله با آلزایمر. تقریبا هیچ عاملی جز خواب کافی نمیتونه باعث سمزدایی از مغز بشه. یک شبکه خونی در مغز وجود داره که بهش میگن شبکه زباله روبی. کار این شبکه تمیز کردن دستگاه اعصاب مرکزی از بقایای پروتئین هاست. یکی از این پروتئین ها که به اسم بتا آمیلوئید معروفه، همونیه که باعث بروز آلزایمر میشه. وقتی خواب کافی نداریم، سموم موجود در سلولهای مغزی از این سلولها خارج نمیشن و به مرور حافظه صدمه میبینه و آلزایمر فرا میرسه. امروز بیشتر درباره اثر کمخوابی بر حافظه صحبت میکنیم، ولی اول از یک گزارش شروع میکنیم. یک گروه تحقیقاتی در دانشگاه مگیل کانادا متوجه شده کلید رمز حافظه بلند مدت در هورمونیه که خاطرات رو در سلولهای عصبی زنده نگه میداره. کیانا فیروز گزارش میده. بویی که یادآور ملاقاتی خوشایند یا ناخوشایند است میتواند برای تمام عمر در خاطره ما باقی بماند. اما ساز و کار حفظ چنین خاطراتی معمایی است که سالهاست ذهن پژوهشگران را مشغول کرده. حالا یک گروه از پژوهشگران دانشگاه مکگیل میگویند کلید حل این معما را پیدا کردند. راز اصلی در هورمونی است که خاطره را در سلولهای عصبی زنده نگه می‌دارد. این هورمون در بخشی از دستگاه عصبی ساخته می‌شود که به نام هیپوکمپ می‌شناسیم. هیپوکمپ محل حفظ خاطرات کوتاه مدت است. پژوهشگران میگویند برای تثبیت یک خاطره کوتاه به خاطره دائمی دو گروه سلول مشارکت دارند. گروه اول سلول‌های عصبی تحریک پذیرند که به محض وقوع یک رویداد آن را برای زمان کوتاه حفظ می‌کنند و گروه دوم سلول‌های عصبی بازدارنده هستند. کار این سلول‌ها حذف عوامل غیر مرتبط محیطی برای تولید خاطره درازمدت از همان رویداد است. پژوهشگران می‌گویند این هورمون در زمانی ساخته می‌شود که سلول‌های عصبی بازدارنده مشغول تولید خاطره درازمدت هستند. هورمون‌ها ترکیبات پروتئینی هستند و کار آنها ایجاد آمادگی در سلول‌هایی است که برای انجام وظایف مشخص در اندام‌های بدن قرار گرفتند. پژوهشگران دانشگاه مکگیل می‌گویند اگر بتوان میزان ترشح هورمون‌های مرتبط با حافظه درازمدت در مغز را ثابت نگه داشت، می‌توان درمان‌های دارویی تازه‌ای برای دو بیماری آلزایمر و اوتیسم معرفی کرد. کیانا فیروز، ایران اینترنشنال. از بین مقالات تازه علمی دو تا رو برای برنامه امروز انتخاب کردم. مقاله اول که در نشریه خواب و ریتم‌های زیستی منتشر شده، کار مشترک پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی یزد و دانشگاه جندی شاپور اهوازه. عنوانش هم اینه: رابطه بین کیفیت خواب با صبحانه، غذای نیمروزی، شام و ورزش. این تحقیق در یزد انجام شده و پژوهشگران به دنبال پاسخ این سوال بودند که آیا صبحانه نخوردن یا شام خوردن یا ورزش کردن اثری روی کیفیت خواب داره یا نه. نتایج مطالعه نشون داده غذا خوردن یا نخوردن اثری روی کیفیت خواب نداره. در عوض اون چیزی که اثر داشته زمان خوردن غذا بوده، یعنی این دیر غذا خوردنه که باعث خواب بیکیفیت شده. تحقیق میگه از هر 10 نفری که در یزد روی اونها آزمایش شده، 6 نفرشون خواب بیکیفیت داشتند.
مقاله دوم در نشریه روانپزشکی زیستی منتشر شده و نتیجه یک مطالعه جدید در دانشگاه پیتسبورگ و مدرسه پزشکی هاروارده. عنوان مقاله اینه: اثر اختلال جزئی یا کامل خواب بر تثبیت حافظه. نویسندگان مقاله میگن اختلال در خواب باعث از دست رفتن حافظه و قدرت یادگیری در افراد میشه. یکی از نمونه هایی که در این گزارش به اون اشاره شده خواب ناکافی کارکنان مراکز بهداشتی و نیروهای نظامیه. درباره یافته های این تحقیق با دکتر ادوارد پیسشات، استاد روانپزشکی دانشگاه هاروارد و یکی از نویسندگان مقاله گفتگو کردم. دکتر پیسشات معتقد تغییر در برنامه خواب قدرت پردازش اطلاعات در مغز رو از بین میبره. Sleep is thought to help in the consolidation. به نظر میرسه خواب به تثبیت حافظه کمک میکنه. ولی برای ایجاد حافظه میبایست خاطرات اول به صورت رمز در بیان. یعنی اول باید یک چیزی رو یاد بگیریم و بعد اون رو به یاد بیاریم که بتونیم ازش استفاده کنیم یا به یادش بیاریم. در بین این دو مرحله یک بخش تثبیت وجود داره. در جریان تثبیت حافظه تقویت میشه و در انبار خاطرات مغز ما ذخیره میشه. حافظه مثل مجموعه ای از کارت های خلاصه نویسی نیست که روی هم گذاشته بشن. محفوظات تازه به خاطرات قدیمی متصل میشن و در همگی اونها در هم ادغام میشن. گمان میکنیم خواب یکی از مهمترین بخش های این فراینده. علاوه بر این، خواب در انتقال حافظه از بخش آنی یا کوتاه مدت مغز که به نام هیپوکمپ شناخته میشه به بخش دراز مدت یا کورتکس که در سطح مغز قرار گرفته نقش داره. محرومیت از خواب باعث به هم ریختگی در تثبیت حافظه میشه. اگر جوان و سالم و باهوش باشید ممکنه بتونید محرومیت از خواب رو بدون اختلال در حافظه تحمل کنید. بعضی جوانها ممکنه تمام شب رو بیدار باشند و صبح مشکلی نداشته باشند. ولی کسی که پا به سن میذاره به خواب کافی برای پردازش اطلاعات و بازیابی حافظه در مغز نیاز داره. به نظر میرسه بخشی از نقصانهایی که در آگاهی و ظرفیت حافظه افراد مسن ایجاد میشه به دلیل تغییر در برنامه خواب اونهاست. در کل خواب ناکافی یا محرومیت از خواب باعث اختلال در حافظه میشه و حافظه رو ضعیفتر میکنه و ارتباطش رو با خاطرات موجود در مغز از بین میبره. این تصویر پشت سر من تصویر دم کرده گلگاف زبانه. بعیده کسی در جامعه ایرانی داخل و خارج کشور ندونه گلگاف زبان چیه. مهمترین اثر گلگاف زبان در آرام بخشی این دم نوشه. ولی حالا خانم مریم نصری و دکتر فرزانه تقیان از دانشگاه آزاد واحد خراسان اصفهان در یک مقاله علمی از خاصیت گلگاف زبان در کاهش چاقی نوشتند. مقاله در مجله پژوهشی زنان، مامایی و نازایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد منتشر شده. نویسندگان مقاله میگن 12 هفته تمرینات ورزشی شدید همراه با مصرف دم کرده گلگاف زبان باعث بهبود عوارض و بیماری‌های ناشی از چاقی میشه. جالب‌تر اینه که مصرف گلگاف زبان روی کاهش وزن هم اثر میذاره. حالا چند خبر کوتاه از بهداشت و سلامت. نتایج یک مطالعه جدید در دانشگاه کارولینای شمالی نشون داده ترکیبات شیمیایی موجود در چای سبز، انگور سیاه و شکلات تلخ مانع فعالیت آنزیم اصلی ویروس کرونا میشه. این آنزیم که به نام ام پروتئاز معروفه باعث تکثیر ویروس میشه. در نتیجه ممانعت از فعالیت آنزیم ویروسی منجر به از کار افتادن ویروس میشه. بر اساس یک مطالعه جامع در امپریال کالج لندن، سوء تغذیه در دوران مدرسه میتونه به کوتاه قدی و وزن کم دانش آموزان منجر بشه. در این مطالعه قد و وزن 65 میلیون دانش آموز 5 تا 19 ساله در 193 کشور مورد بررسی قرار گرفته. نتایج نشون داده تفاوت قد دانش آموزانی که تغذیهشون بهتر بوده یا اونهایی که سوء تغذیه داشتن به 20 سانتی متر میرسه. پژوهشگران دانشگاه دلفت در هلند از ساخت حسگرهایی خبر دادند که میزان اکسیژن خون نوزادان نارس رو تشخیص میده. بیش از 50% از نوزادان نارس به دلیل کمبود اکسیژن خون با ضایعات مغزی روبرو میشن. ساخت این حسگر کمک میکنه تا به موقع به نوزادان اکسیژن داده بشه.
پژوهشگران هلندی میگن اختراع تازه اونها بسیار کم هزینه است و تأمین هزینه اون برای بیمارستان ها ساده تره. تا بالاخره یک مطالعه تازه در دانشگاه کانزاس نشون داده دانش آموزانی که تمرین موسیقی انجام میدن ریاضیات بهتری دارن. پژوهشگران میگن دانش آموزانی که کتاب خونترن اونایی هستن که بیشتر موسیقی گوش میکنن. توصیه پژوهشگران اینه که برای افزایش مهارت‌های درسی دانش آموزان میبایست آموزش موسیقی در مدارس جدی گرفته بشه. یکی از معروفترین دبیرستان‌های ایران دبیرستان البرز در تهرانه. مدیر این دبیرستان به مدت 34 سال دکتر محمد علی مجتهدی گیلانی بود. البته در فهرست کارهایی که دکتر مجتهدی برای آموزش در ایران انجام داد فقط دبیرستان البرز نیست. سرپرستی دانشگاه صنعتی شریف امروز که ابتدا نام اون دانشگاه صنعتی آریامهر بود، ریاست دانشگاه ملی ایران که الان به نام دانشگاه شهید بهشتی تغییر نام داده شده، ریاست دانشگاه پلی تکنیک تهران که الان دانشگاه صنعتی امیرکبیر و ریاست دانشگاه پهلوی که الان به نام دانشگاه شیراز نامگذاری شده بخشی از اون مسئولیت هاست. ولی اسم دکتر مجتهدی با اسم دبیرستان البرز پیوند خورده و دانش آموزان سابق این دبیرستان تا زمانی که دکتر مجتهدی در قید حیات بود هر سال مراسمی برای تقدیر از ایشون برگزار می‌کردن. مرد بزرگی بود که به توسعه علم و دانش در ایران بسیار خدمت کرد. برنامه انسان زمین فردا را تقدیم می‌کنیم به دکتر محمدعلی مجتهدی. اگر پیشنهادی درباره برنامه‌های علمی دارید از طریق ایمیل با ما در میون بذارید. علم@ایرانینتل.com نشانی الکترونیکی ماست. تا فرصت بعدی.